اتوبان حلب دمشق در سوریه پس از شش سال بازگشایی شد. رفت و آمد کامیون های حمله بار از شهر حمات به سمت حومه شمالی شهر مره که در جاده حلب دمشق پس از 6 سال توقف آغاز شد. این کامیون ها یک روز پس از برداشتن موانع خاکی و بلوک های سیمانی که این مسیر بین المللی را بسته بود به مناطق آزاد شده در شمال حلب رسیدند. به گفته یه رسانه های سوری، اتوبانی بین المللی که دمشق را به حلب متصل می کند، اصلی ترین جاده است که مرکز سوریه را تقسیم می کند و پس از عبور از همس، حمات و ادلب به حلب می رسد. این اتوبان از ابتدای سال 2012 میلادی با آزادسازی شهر معرت و نعمان شکست شدن محاصره پادگان وادیو و زیف و سپس آزادسازی خانشیخون با نظامی شدن این منطقه از حد فاصله خانشیخون تا شهر معرت و نعمان به دلیل حضور عناصر تروریستی شاهد درگیری های خشونت بار چند ماهه بود و به آن جاده مرگ می گفتند. بقیه بخش های اتوبان نیز پس از آزادسازی وادی و زیف و خانشیخون تا روز یکشنبه بسته بود نیروهای سوری به جای اتوبان بین المللی از جاده های فرعی برای رسیدن به شمال حلب استفاده می کردن که همچنان برای حمل و نقل زمینی و فعالیت تجاری بین جنوب و مرکز سوریه با شمال حلب استفاده می شود. طبق گفته برخی منابع مطابق توافق میان ترکیه و روسیه گوشودن اتوبان بین‌المللی المللی دمشق حلب و اجازه عبور و مرور کاروانه های تجاری و تمام وسایل نقلیه عمومی بدون هیچ مانعی جزو مفاد توافق نامه های کاهش تنش به شمار می آید که با عبور اولین کامیون های تجاری از مرک این توافق نامه اجرا شد.